ضمن ورود در دانشگاه اتفاقی که افتاد، خب من که با بیژن دیگه دوست بودیم و هم دیگه دوست شده بودیم، الان دو سه سال بود که بیرون اومده بودیم و دوست شده بود اینا، خلاصه پی کار میگردی. بیژن نقاش بود، نقاشی میکرد. خلاصه ما اومدیم یه جایی رو تو همین خیابون جمهوری فعلی تو ساختمان علمی که هنوز هم هست اون دکل روشا، ما یه گوشه ای رو اجاره کردیم و حالا با هر ضرب و زوری بود کمک گرفتیم از دوستان و اینا، خلاصه راه انداختیم یه جایی رو که کارای نهایتی میکردیم، کار چاپ میکردیم. یعنی من اون موقع مثلا برای کفاشی ها مثلا جعبه کفش نقاشی میکردیم، برای چه میدونم جعبه های شی، هر چیپ سفارش چاپی که بهمون میدادن بیژن روش کار میکرد و منم کارم این بود که بازاریابی میکردم و اجرا میکردیم. خلاصه این کار یواش یواش شکل گرفت، یعنی یه مقدار تازه بود، ما هم جوان بودیم و این کار پایه های یک کاری شد برای ما و دوستانی هم اونجا پیدا کردیم. یعنی تو اون این یکی از جالبترین چیزهای سالهای اون سالهاست، ما تو اون طبقه که یه اتاقی ما کرایه کرده بودیم، مثلا عباس کیا رستمی هم بود، اصغر بیچاره هم بود، از کنم بزرگتون علی اصغر صادقی بود، افجی بود، اینا که الان از بزرگان هنر ایران هستن خوشبختانه، حالا میجز عباس که از میون ما رفته بقیه هم هستن. و یه تیمی اونجا شد، خلاصه یه تیمی اونجا تشکیل شد و ما این دوره کار مطبوعاتی و کار روزنامه ایمون رفته رفته به کار سینما تبدیل شد و من خودم به سینما علاقه داشتم، حالا به عنوان بیننده، و شروع کردیم توی یک کار سینما وارد شدن. اول کاری که به نظر ما رسید با توجه به اینکه سابقه کار در تبلیغات تجارتی داشتیم، ما شروع کردیم به نمایش اسلاید در سینمای تهران. اون موقع خیلی تلویزیون که نمیاده بود و این در سینما خیلی مؤثر بود برای سامان کالا. اول اسلاید ها صامت بود و سیاه‌سفید، ولی بیژن یواش یواش با رنگ اینا رو رنگی کرد و اسلایدار یواش یواش رنگی کردیم و بعد اون موقع من صدام اینطوری گرفته نبود. بعد شروع کردیم به ضبط، یعنی ضمن اینکه اسلاید روی پرده سینما نشون داده میشد، گفتارم از چیزایی که خودمون تعبیه کرده بودیم با کمک دوستان تو سینما بالاخره اجرا میشد. در ضمن کار ما خیلی گرفت، یعنی این مجموعه زیر عنوان سازمان تبلیغاتی پرسپولیس معرفی شد دیگه. شرک آقای بیژن با ما بود، بعد آقای کلانتری دایی بیژن به ما رسید، منوچهر کلانتری که الان دیگه فوت کرده. عرض کردم به حضورتون که یه دوستان دیگری هم داشتیم، طاهر ممتاز اومد به ما پیوست و در مجموع دیگه یه تیمی که اونجا بودن به همدیگه کمک میکردن. خیلی جالب بود اونجا، مثلا فرض کنیم با اینکه بیژن افتاد زندان، مدت طولانی هم زندان شد بیژن تو این فاصله، ولی کار ما متوقف نشد. یعنی همه این دوروری ها کمک میکردن که کار به سامان برسه. حالا من سفارشات قبول میکردن، میمدن اصغر به همون کمک میکرد، اصغر بیچاره، بعد مثلا عباس میمد راجع به کار سینما کمک میکرد، حاتمی بود بر دستمون که خب با بیژن، بله که با بیژن دوست بود و سعی میکرد خلاصه خله وجود بیژن پر بشه. بیژن در سال چیز یه برخورد شدیدی شد توی دانشگاه تهران، ایاتون باشه سال 40 که دانشگاه متحسن شدن و فلان و بیسار از یه حرفا، و بیژن محکومیت پیدا کرد بعد از اون جریانی که منجر بود شد. یعنی سال 40 اتفاق افتاد که پایانش 15 خرداد
42. یعنی این سالهایی که دانشگاه خیلی فعال بود شما. اولا که دیگه کاسب شده بودیم اصلا نمی رسیدیم. موقع واحده بود. مثلا سالی 4 واحد می گرفتیم. بعدم دلم می‌خواست تو دانشگاه بمونیم. فضای دانشگاه رو دوست داشتیم. به اضافه بیژن که اصلا دیگه در این سالها کاملا سیاسی کار شده بود. به هر حال ما شرکتمون راه افتاد. بعد از این کار اسلاید وارد کار فیلم سازی شدیم. یعنی شروع کردیم به ساختن فیلم تبلیغاتی. قبل از این از کنم خدمتون، قبل از این فیلم تبلیغاتی تو سینما نشون داده میشد، ولی فیلم ها معمولا از خارج میمد. یعنی مثلا کلگیت یا مثلا همین چیزایی که بودن از خارج فیلم میوردن، حالا دوبلش هم میکردن نمایش میدن. ابتکاری که ما به خرج دادیم اون موقع به کمک دوستانمه که همین کالاها رو تو فیلم ها با پرسوناژ های ایرانی معرفی کردیم. یعنی یک حرکت کاملا تازه بود که حالا پرسوناژ ها میمدن جلوی دوربین، حالا قصه میگفتن، چه میدونم، میرقصن، هر کاری که میکردن، به هر حال معلوم بود که مصرف کننده این رو از زبان پرسوناژ ایرانی بیشتر میپذیره تا کسی نمیشه. در نتیجه تمایل شدید رفت به اینکه فیلم سازی تبلیغاتی را افتاد. خب ما اوسای این کار شده بودیم دیگه. از اینجا وارد مرحله دیگه فیلم سازی شدیم. یعنی دیگه مرحله نمایش اسلاید ها تمام میشه و ما وارد فیلم های تبلیغاتی میشیم. در اینجا اسم شرکت رو دیگه عوض میکنیم. میکنیم شرکت اینجا عوض شرکای تازه هم پیدا میکنیم. اسم شرکت رو میکنیم تبلیغ فیلم. برای اینکه دیگه فیلم بود. تبلیغات فیلم بود، ما قاطش رو برداشتیم کردیم تبلیغ فیلم. و وارد این عرصه شدیم به طور فعال. یعنی ما شروع کرده بودیم و خب تیممون هم کامل بود اون موقع. همه بچه‌هایی که شما می‌بینید همه اینا فیلم می‌ساختن با ما. یعنی مثلا ما سفارش که می‌گرفتیم، فرض بفرمایید که چه می‌دونم برای بانک ملی فرض کنید سفارش می‌گرفتیم، مثلا بچه‌ها می‌مدن، حالا همه اینا می‌مدن گفتن آقا یه سفارش بانک ملی داریم، مثلا علی آتا می‌گفت آقا من برش یه چیزی می‌سازم، یا مثلا فرض کنید آرته سفارش می‌گرفتیم، عباس می‌گفت که من می‌سازم برای اینا. اینجوری فیلمبردار، البته فیلمبردار خیلی خوب بامون بودن که مثلا اومدن دیگه مفهوم سینمای غیر حرفه‌ای، یعنی غیر سینمای داستانی، هم به صورت سینمای مستند هم به صورت سینمای آگهی و تجارتی فقط در شرکت ما مفهوم پیدا می‌کرد. آقای فرشپاف اومد، منصور یزدی اومد، ما وصل شدیم به چیز. خلاصه دیگه کارمون خیلی گرفت، از خاک بلند شدیم. به هر حال وارد این عرصه سینما شدیم و شروع کردیم به نمایش فیلم های خودمون. یعنی ما فیلم هایی که می ساختیم باز به وسیله خودمون در سینما نمایش رو می دادیم و کسب درآمد می کردیم. به هر حال این به ما امکان داد که دیگه وارد به طور جدی وارد عرصه سینما بشیم. جالبه من به شما بگم یک موقعی بود که مردم بلیط می خریدن برن فیلم های تبلیغاتی تماشا کنن. فیلم های تبلیغاتی که تموم شد برن می شدن بیرون از سینما. یعنی فقط می‌خواستن فیلم‌های تبلیغاتی رو تماشا کنن. برای اینکه خب فیلم‌های تبلیغاتی کیفیتش از فیلم‌های اون دوره خیلی خیلی بهتر بود. مثلا انیمیشن از این طریق وارد سینمای ایران شد. اون سال‌ها آدمایی مثل فرشباف، مرحوم احمدیه، فرشید مسخالی، اینا همه به هر حال کارهای ابتدایشون رو در چیزهای تبلیغاتی انجام دادن. همین دیگه در سال 1346 که بیژن رو دستگیر کردن دیگه. حالا دیگه سازمان چرکای فدای خلق درست شده بود و خلاصه سازمان امنیت در واقع شرکت رو که تبلیفین بود هنوز که در همین جا هم بود، تازه ما دو سه ما بود اومده بودیم اینجا تو این ساختمون، اومدن و خلاصه مصادره نکردن، اشغال کردن در واقع و یک دو سه ماهی بسته بود در این شرکت ما. یک دو سه ماهی در شرکت بسته بود و حالا با آمد رفت های مکرری که شد فلان، بالاخره ساواک سرپرست گذاشت توی چیز و شرکت رو باز کرد. میمون سهام بیژن که ساواک موافقت کرد که ما سهام بیژن رو، چون بیژن دیگه محکومیت پیدا کرده بود، سهام بیژن رو به نام پدر خانومش آقای قریشی منتقل کردیم
که بعدا آقای قریشی این سهام رو فروخت و بالاخره سر و سامونی به زندگی بچه های بیژن بعد از شهادتش داده شده سهام. به هر حال اجازه دادن که آقای قریشی سهام رو بیژن رو بفروشه و بعد دیگه یکی از سیدهایی که تکلیفی هم کنند اسم شرکت رو باید عوض بکنید. در نتیجه ما اسم شرکت رو مجبور شدیم از تبلی فیلم به پخش ایران تبدیل کردیم، یعنی با سفارش مامورین که یعنی اون سرپرستی که گذاشتن آقای مهندس چی بود اسمش؟ مهندسی بود خلاص. با ما بعد رفتار نکرد خدا وکیلی، یه دو سالی بود با ما، ولی بعدا دیگه رفت و ما انتخابات معمولمون کردیم و ما اصلا بعد از اون به اونجا رسید که ما توانستیم یک لابراتوار مستقل بسازیم برای فیلم های تبلیغات. اینقدر زیاد بود، حتی اون موقع در ایران 430 تا سینما بود و فکر کنید که ما یه فیلم یه دقیقه که میخواستیم بسازیم تو 430 سینما باید نمایش داده میشد دیگه. و این یه لابراتوری ساختیم هم تو خیابون تولکابون با کمک مرحوم شازده کامرانی که خب لابراتوار پرهزینه بود، ما هم پول نداشتیم. بعد کامرانی گفت که باشه بیان، یه لابراتوار آریفلکس هم داشت، گفت بیان برین، من میدونم شما کار کنین پول دار میشین، هر وقت پول دار شدین بیان پول ما رو پس بدین. ما لابراتوار اونجا راه انداختیم و خب آقای مرحوم فیجانی، با آقای فیجانی کار رو شروع کردیم با یک فیلم بردار خیلی خوب در این مرحله، آقای هایرپتیان که فیلم بردار خیلی خوبی بود، با اون کار رو ادامه دادیم و اینقدر وسعت پیدا کرد که لابراتوار ما فقط کارهای خودمون رو میکردیم، یعنی سفارش از بیرون قبول نمیکردیم. تا اینکه به هر حال بعد از اون دیگه شرکای جدید در فیلمساز پیدا کردیم، آقای محمدی نام اومد، آقای جباری اومد، آقای کلانتری اومد، برادر آقای کلانتری، همین چه ایشون الان هستن، و اومدیم فیلمساز آوردیم جای فعلی. دیگه تعداد شرکامون الان که اینجا خدمت شما نشستیم، تعداد شرکای فیلمساز 24 تا هست، یعنی ما 24 تا شریک داریم الا ماشاءالله. دیگه